در سوره جمعه میخونیم که وقتی که بار دیگه نعمت خدا منت خدا بر مؤمنان یاد میشه این میفرمان که هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله در میان امیین پیامبری را فرستاد امیجین در اینجا یعنی امتی که کتاب آسمانی ندارند در اینجا این آیات وقتی که میاد صحبت از امیجین هست که در میان امیین پیامبری را فرستاد معناش چون نیست که سواد خواندن و نوشتن بلد نیستن بلکه امتی که کتاب آسمانی نداشتن این یک معنای امیست معنای دوم که بار دیگه ما الان همه ای ما مسلمان ها غالبا متاسفانه امی هستیم امی به چه معنایی که فهم قرآن نداریم که همون لعلهم یتفکرون تا اینکه اینها تفکر کنند نیست وقتی که انسان کتاب آسمانی رو داره قرآن داره فهمش رو نداره میشه بی سواد نیم فهمه درک نداره و منهم هم لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون از اهل کتاب کسانی هستند که از کتابشون از کتاب آسمانی جز خواندن حال امانی گفتن خواندن امانی به آرزو هم میاد هیچ چی نمیدونن فقط و گمان میکنن آرزو ها دارن آه ما بهشتی هستیم ما پیرو موسی هستیم اون میگه من پیرو عیسی هستم میگه پیرو محمد هستم از کتاب و آسمان چون هیچ نمیدونه میخونه نمیدونه چی میگه قرآن چی میگه بهش قرآن میخونه بعد صد و هزار تا شریک هم برای خدا قرار میده ده هزار تا گنبد و بارگاه هم درست میکنن این میشه امی که خداوند در وصف این گروه اون که مثل الحمار یحمل اصفارها خانند اولاغی هست که باری داره اما نمیدونی چی باری داره وقتی که کتاب آسمانی داری نمیدونی چی بهت میگه خدا داره با تو صحبت میکنه راه و روش زندگی نشونت میده بعد تو میگی من نمیفهمم یا اصلا گوش نمیدی فقط اینو میخونی میگی بفهمی خدا از تو چی میخواد این میشه امید میشه مثل کسی که اصلاً هیچ سوادی نداره کسی که اصلاً سواد نداره اون در اصل به معنی کسی که کس اصلاً سواد نداره نسبت هست به ام وقتی که انسان متولد میشه هیچ سوادی نداره لا تعلمون شیئا هیچ چی وقتی که اومدید دنیا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا هیچ انسان بلد نیست نمیتونه حرف بزنه نمیتونه که چیزی بخونه نمیتونه چیزی بنویسه خب کم 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 دیگه اون ابزاری که خدا بهش داده پس انسانی که فهم کتاب آسمانی ندارد فهم قرآن ندارد امی هست بی سواد هست اگر چه قرآن را هم بخواند و وای دیگه بر اونهایی که میان قرآن رو تحریف میکنند معانی دیگه به قرآن میدن برای اثبات شرک برای اثبات عبادت غیر خدا یا برای لجام زدن به مردم که اصلا مردم فکر نکنن اجازه تفکر نداشته باشند. ابزارش چیه سلاحش چیه قرآن هست از قرآن این گونه سوی استفاده میکنه برای ساکت کردن مردم که حق تدبر ندارد که تفکر ندارید قرآن قابل فهم نیست پس قرآن فرمون که ولعلهم یتفکرون پس تبیان میاد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با گفتارشون و با عملشون بیان داشتن قرآن را بیان رسول الله صلی الله علیه و سلم رساندن این وحی به مردم سپس بیان آنچه که نیازی به بیان داره گفتیم مثل نماز خدا فرمود که واقعی مصلاه خب حالا اگه در قرآن در می اومد هر پنج وعده را توضیح میداد زکات میاد همه را توضیح بده حج بیاد همه چیز محرماتش و واجباتش و اینا همه توضیح بدهد میاد به روزه به همین صورت به مسائل دیگه که وارد بشیم که در کتابای های فقه اومده در احادیث اومده که بیان داشتن یه قرآن یک کتاب قطوری میشد که حفظ کردنش خیلی مشکل میشد اما خداوند کلیات و اصول را ذکر میفرمایند بیان را گذاشتن به عهده رسول الله صلی الله علیه و سلم که این بیان هم بار دیگه به امر خداست خداوند به پیامبر یاد میدهند که چگونه باید این کار انجام داد همطور که در سوره قیامت می‌فرمان که ثم ان علینا بیان بیان قرآن معانیش با ماست آشکار کردنش واضح کردنش با ماست خب ولعلهم يتفكرون پس این دو حکمت از نزول قرآن خداوند ذکر فرمودند ما در آیات دیگر هم زیاد هست که ذکر شده خداوند که بحث نزول قرآن که میارند میفرمان که وانزلنا الیک الكتاب لتبین للناس ما نزل الیه که اینجاست وانزلنا الیک الكتاب لتحكم بین الناس بما أراک الله همین بیان هست که چگونه حکم کردن در بین مردم بار دیگه بیان است داره بیان میکنه که چگونه چه چی باید انجام داد چگونه باشد در این بحث حکم کردن در بین مردم هست همه اینها بیانش با رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و یا وقتی که میفروند که و هذا کتاب انزلناه مبارک لیدبرو آیاتیه و لیتذکر اولو الالبا. این کتابی است که ما نازلش کردیم مبارک هست پربرکت هست خیر زیاد هست انسان ساز هست خدمت به انسان میکنه انسانو به گونه ای تربیت میکند که بدون برای چی آفریده شده این انسان بتونه خدمت کنه به خود انسان های دیگه انسان رو پاک می کند فکرش ذهنش سخنش عملش قلبش همه رو پاک می کند این و مبارک هست معانیش هیچ وقت تموم نمیشه مثل یک دریایی است که عمقی نداره و هر تی شما از این دریا بردارید چیزی کم نمی شود برای همه انسان ها در همه نسل ها در هر زمانی هر مکانی هست این معنای مبارک بودن قرآن هست نه اینکه فقط ما بخونیم بذاریمش تو تاقچه بخونیم فقط برای اینکه آقا بله ما ثواب داریم هر کس که خون یک آیه ای از قرآن اینقدر اجر داره بله اجرشو داره اما این تشویق شده برای اینه که شما بدونید که وقتی قرآن میخونید و فکر میکنید عمل میکنید این پاداش هم خدا برای شما در نظر گرفته نه اینکه فقط ما خواندن قرآن و بذاریم برای اینکه میخوام ثوابش گیریم بیاد یا بعد میخواد ببخشه ختم کنه اینو میبخشم به روح فلانی بخت متاسفانه این چیزی که در جامعه ما الان وجود داره که بخشیدن ختم قرآن قرآن رو میخونن بعد میگه من بخشیدمش اصل قرآن اومده که شما بفهمید خدا داره با تو صحبت میکنه اون اجر و پاداش می تشویقی است تشویقش میکنید که این عین فرزندی است که شما شما به فرزندتون وقتی تشویق میکنید که درس بخونه اگه درس خوندی این جایزه داری این هدیه از من داری خب هدف شما چی الان هدف شما اینه که شاگرد اون فرزندتون درس بخونه نه اینکه به این هدیه برسد هدیه تشویقی است که شما اون کار انجام داد این هدیه این تشویقی رو بهش میدید نه اینکه به اصل این هدیه باشه که ما متاسفانه الان اینگونه که قرار فهممون از این احادیث اینگونه شده که قرآن رو میخونیم قرآنی که خداوند فرمانده که لیدبرو و آیاتی و لیتذکر تذکر اولو الالباب تدبر کنند بیاد بیاورند ما اونو کلا رها کردیم اون تشویقی هایی که در احادیث اومده که انسان وقتی که قرآن بخونه اینقدر اجر و پاداش داره اونو فقط گرفتیم